20 دقیقه حساد. هر کس برای خیش پناهی گزیده است. ما در پناه وارث الیوت ترودوییم. با درود و سلام، پیرگدای خراسانی هستیم از مدینه منوره مونترآل و امروز هم دوباره سه‌شنبه است، هشتم ماه مارچ المبارک یا مارس المبارک. عرض کردیم که هر دو روایت آمده است. هشتم ماه مارچ المبارک سال 2016 دربدری که برابر است با 18 اسفند ماه سال 1394 مهرورزی زنجیره‌ای، به همراه گروه 4 به علاوه 1 یعنی اعضای مقتدر با صلابت و پرقدرت تیم خودمان، اختر عیالمان، ممدی وارث یا نایب برحق، علیکبر نوچه دیرینه، موسیو ژان پیر اخشامبو، هموطن کبکی و صد البته عمه جانمان، عضو برجسته تیم و مهمان ویژه تیم و برنامه، 94مین برنامه از سری برنامه‌های ناگفتنی ها رو از تلویزیون میهن خدمت شما هموطنان و همزبانان نازنینمان در هر گوشه از این جهان پهناور که شاهد و ناظر، بیننده و شنونده برنامه‌های میهن تیوی هستید تقدیم می‌کنیم. گفتیم که امروز 8 مارس و همه میدانید که امروز روز جهانی زن هست. ما روز جهانی زن رو به تمام زنان دنیا، زنان هموطن و به خصوص زنان مبارز هممیهنمان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که به زودی وسائلی فراهم بشه که زنان میهن ما 8 مارس رو در میهن برگزار کنند. راجع به 8 مارس یک خاطره دلپذیرم داریم، بعد نمیدونیم که اینم برای شما تعریف کنیم. گفتیم براتون که در این مدینه منوره مونترآل ما چند تا نعشریه داریم. این نعشریه کلمه ایست که از ابداعات خود ماست و روی بعضی از این به اصطلاح کاغذ پاره ها یا چی میگن؟ پمفلیت هایی که چاپ میشه در مراکز ایرانی نشین این اسم ما گذاشتیم، نعشریه. یعنی اینا در حقیقت ریه نعشن، ریه مردارن، ریه مرده هستن، هیچ بو و بخار و تنفسی ازشون بر نمیاد. یه آگهی نامه هایی هستن که چند تام احیانا خبر توشه یا گزارش یا مطلب توشه. گفتیم که یکی از رفقای ما رفته بود خون بده، طرف یه نگاه به صورتش کرده بود گفت آقای مهندس، البته داخل مورفین بدن شما یه مقداری هم خون هست ولی اون به درد ما نمیخوره، شما لازم نیست خون بدید. حالا داستان این نشریات به این صورته. به هر حال هستن دو سه تا نشریه هستن که خب همشون هم یه جوری کارشون خرابه، تهشون باد میده. از جمله یه نشریه هست به نام بازار، این دیگه خیلی محشره. این نشریه بازار که توسط یک موجود مفلوک مزدور بی سوادی منتشر میشه در مونترآل ما، خلاصه در یه جمله مخلص و موجز و مختصر براتون بگیم، اون چنان پاک و مطهره که مسافران عازم ایران میتونن ببرن و توی فرودگاه امام خمینی پنگ کنن روش نماز بخونن، اینقدر این نشریه پاکه. به هر حال یه سالی این نشریه به مناسبت 8 مارس یه تیت زده بود به این ترتیب که روز 8 مارس بر زنان دربند مبارک باد. ما هم که بالاخره یه چیزیمون میشه از فساد اخلاق هم برخورداریم، در نشریه پیوند که اون موقع می نوشتیم نوشتیم بابا جان، آی ملت ایران، فکر نکنید این شعاری که در این نشریه نوشته شده، به هر حال اینا دنبال زن مبارز و فلانن، این منظورشون از زنان دربند زنان ساکن خیابان دربند تهران هستن. یه موقع سوء تفاهم نشه فکر کنید که اینا اهل مبارزه هستن یا مثلا
زنان در بند واقعا منظورشون زنانی است که در بند رژیم هم زندانی هم. آقا شماره بعدش یه سری فحش و فضیحت نثار ما کردن رو ما که بچه پررو از رو نمیریم. ما هم یه جوابی نوشتیم در 4 صفحه برای این مزدور مخلوک سردبیر، یا بهتره بگیم خردبیر، اون نشریه فرستادیم که ولتب چاپ نکرد. به سردبیر خودمون گفتیم آقا اینو در جواب فحشای این بابا چاپ کن. ما فحش نداده بودیم خیلی محترمانه، فقط به چند نکته ساده، این که تو اینقدر بی‌سواد و بی‌شعوری، به این دلایل شما هرچی میگیم دلایلش هم کنارش میاریم که این مثلا این بابا که سردبیر یه نشریه یه نسواد فارسی داره، غلط املایی و انشایی داره، فاحش که سردبیرم بالاخره احتمالاً با آقای دوستی شاد داشت و یا ملاحظاتی داشت چاپ نکرد و همون باعث اخراج ما از پیوند شد. در حقیقت ما خودمون اخراج کردیم، قلم ما رو شکستند و ما رو انداختن از نشریه بیرون. در حقیقت که البته باز یه بارم در سال 88 سعی کردیم، یادمون به حال اون میهن و مردم میسوخت، دوباره سعی کردیم بریم کار کنیم که باز هم نشد، چون از این الخناس ما در مونرال زیاد داریم. برها خیلی جالب بود و اون فوشایی که تو اون نشریه اون ابله که هم بی سواده هم بی شعوره هم دزده، یعنی دلائل دزدی و کلاهبرداریشو از مراجع قضایی کبک گرفتیم اینجا داریم، بارها هم بهش گفتیم که صداد درات اینا رو روی این خط به مردم نشون بود. برها خیلی جالب بود چون فوشایی که اونجا خوردیم فهمیدیم کارمون اثر کرده، زدیم به خال، یعنی یارو رو خلاصه یه جوری قلقلکش دادیم. به حال این هم خاطره بود از عرض می شود که ماجرای 8 مارس. بعد دیدیم در بعضی موارد بعضی این هموطنان کنار اقیانوس نشین ما راجع به اون اندک زنانی که در ایران دارن همچنان مبارزه میکنن، زندان میرن، ضرب و شتم میشن، گرفتارن، از اینجا شعار میدن. یا یارو اینجا کنار ساحل امن اقیانوس اطلس نشسته یا آرام لنترانیم بار خانم نسیم ستوده میکنه که این خانم اینجوری کرده اینجوری کرده، یا آقای عرض میشود نوریزاد یا دکتر ملکی، به هر حال اینایی که از اون رژیم بریدن و امروز در کنار مردم قرار گرفتن. یاد یه داستانی افتادیم، یه حاج آقای از اقوام ما دخترش رو شوهر داده بود و طبق رسم اون زمان خب حاج آقا و حاج خانوم یه جهازی هم در حد توان خودشون تهیه کرده بودن همراه دختر کرده بودن و در خانواده پسر این سر صدا کرده بود که این جهاز کمه، اینجاش کجه، اونجاش راسته. یه بار حاج آقا سوار این تاکسی پنگزاریا بود، اون موقع میشه در باز میکنه عقب تاکسی سوار میشه، غافل از اینکه مادر پسره و یکی از دوستانش جلوی تاکسی قبلا نشسته بودن و بیخبر که حاج آقای پدر دخترک عقب تاکسی نشسته و اون مادر پسر شروع میکنه به دریگوری گفتن و عرض میشود فحش و فضیحت به خانواده دختر که این فلان فلان شده ها، خواهر جهازشون اینجوری بوده، مبلش ارزون قیمت بوده، فرشش گلیم بوده، فلان بوده، حتی یه دونه خاکندازم تو این جهاز نبوده خواهر. حاج آقا هم نامردی نمی کنه، وقتی که تاکسی پیاده میشه میاد جلو پول راننده رو بده، میزنه سر شونه حاج خانوم، میگه حاج خانوم اون جهاز توان من بود، تهیه کردم، خاکندازشم تو بخر. حالا به اینا میگیم شما که خیلی ادعا میکنین، اونا دارن در حد توانشون کار میکنن، شما هم یه تکون به خودتون بدین. بگذاریم از این داستان. یک شنبه 6 مارس خانم نانسی ریگان همسر رئیس جمهور اسبق امریکا آقای رونالد ریگان فوت کرد و خیلی جالب بود واکنش بعضی از هموطنان ما راجع به این قضیه. تا حالا در بخشای دیگه شاید بپردازیم به واکنش هموطنان خودمون نسبت به مرگ این بانو. به هر حال شنیدیم
در احوالاتش که زنی بوده که به هر حال به فکر مردم بوده، اقداماتی هر از گاهی که دستش بر اومده برای مردم فرودست کرده، اگر چنین است که درود بر او باد. مطلب بعد صدور حکم اعدام هست برای آقای بابک زنجانی، بسیجی اقتصادی. بسیجی اقتصادی و به اصطلاح از سربازان حضرت رهبر معظم که در یه برهه از زمان آنچه توان داشت گذاشت و خیلی کارا کرد، نفت جا به جا کرد، پول جا به جا کرد، و چنان که رسم این رژیم هست که نه تنها به دوستان بلکه به دشمنانش هم رحم نمی کنه، این روزا حکم اعدامش صادر شده و احتمال داره که او رو اعدام کنن. البته اعدام او به قول معروف از حب علی نیست، از بغض معاویه است. علتش این استش که میخوان کسانی رو که همدست ایشون بوده و حالا اگر این پولی جا به جا کرده، نفتی جا به جا کرده، نرفته دم چای نفت که نفت رو برداره به دزده بره. یک کسی در دولت آقای جناب یه چیزی نجات، اون یارو ابلهی بود که 8 سال رئیس جمهور اون مملکت بود، بسیاری از عوامل رژیم او در این کار دست داشتن و امروز خیلی خوشحالن و منتظر اعدام این جوان هستن، چون اگر این اعدام بشه تمام اون پرونده پاک میشه، چون به هر حال رژیم دیگه حاضر نیست بیشتر از این هزینه بده و اونا رو پاشونو بکشه وسط. یه شامورتی بازیست و احتمالاً چنان که اون مهافرید خسروی رو اعدام کردن و پرونده رو پاک کردن، و چون اون مهافرید در آخرین روزهای نامه‌ای و حضرت رهبر معظم نوشته بود و همه مطالب رو احتمالاً فاش کرده بود که آقا این دوستان خودتون هم با ما بودن، اونو کشتنش، پرونده رو مختومه کردن، راجع به بابک زنجانی هم چنین تصمیمی دارند. می‌خوایم یه مسئله صحبت کنیم، صدای بعضیا رو دراره، هیچ مسئله نیست. 14 اسفند سال روز درگذشت یکی از فرزندان میهن من و شماست، منظور ما زنده یاد دکتر محمد مصدقه، مردی بزرگ و سیاستمداری در کالیبر بین المللی که جان پاکش رو فدای میهنش کرد، صنعت نفت رو ملی کرد و وقتی بعد از ماجرای سال 32، البته قیام ملی سال 32، اجتماع نشه یه موقع ما دهنمون آب میکشیم که نگیم کودتا، کودتا که نبوده. میبینیم بعضی ها میگن با نخست وزیر که نمیتونه چی، شاهنشاه که بر علیه زیر دستش نمیتونه کودتا کنه، که قیام ملی بوده. آه، کودتا رو انگلیس ها و آمریکایی ها کردن. بارها راجع به این مسئله صحبت کردیم. گرمیت روزولت، عرض می شود، برادران رشیدیان، این اسما رو برید جستجو کنید کیا بودن. به هر حال این نازنین رو محاکمه، 3 سال زندان و بعد 10 سال حدوداً در منزلش حصر بود و زندانی بود و حتی میگن که اجازه حتی قدم زدن هم نداشت. اگر میخواید راجع به این شخصیت قضاوت بکنید خیلی ساده است. معمولا به ما میگن مصدقیه، 57ه، عامل مسکوی، حقوق بگیره کجا؟ KGB. ولی اگه شرف دارید خیلی ساده است، ببینید کیا دشمنش بودن و کیا دوستش. میدونید که بعد از ماجرای 32 سالها زنده یاد دکتر مصدق مغضوب بود، نام بردن از این بزرگ مرگ حتی ممنوع بود، حتی اسمش رو، کلمه مصدق رو از کتاب دارت و معارف ها بر اجازه نمیدادن چاپ بشه، اجازه نمیدادن جز وکیلش ظاهرن یا یکی دوتا از اقوام نزدیکش به دیدارش برن. وقتی هم فوت کرد اجازه ندادن طبق وصیتش که دوست داشت در کنار شهدای 30 تیر دفن بشه، ببرنش و دفنش کنن.
همون توی منظرش جنازش قرص دادن دوستانش و دفن کردن. این برخورد دولت اعلی حضرت همایون، خدایگان، شاهنشاه یا مهر بزرگگردشداران با این مرد بزرگ بود. الانم که میدونید آخوندها چشم دیدنش رو ندارند. خمینی هم یه بار هرچه لنترانی از دهنش در اومده بود به این مرد بارها گفته بود. بنابراین ببینید کیا دشمنشن دیکتاتورها و کیا دوستشن، جوانان ایران، حتی جوانانی که در زمان این زنده یاد به دنیا نبودند. امروز هم رفتن یه عده که آقا اجازه بدید ما بریم حداقل سر خاک این آقا، شاید حالا بتونن اجازه بگیرن. میگن منظرش داره خراب میشه، چند تا از ایرانی ها حاضر شدن برن بودجه بذارن تعمیر کنن، اجازه نمیدن. یعنی هم شاه مخالفش بود، هم خمینی، هم شاه و اعوان انصارش، هم خمینی و اعوان انصارش. و امروز هم همچنان تمام طرفداران نظام پادشاهی و اون زنده یاد غیر یک گروه معدودشون که از شرفی و انصافی برخوردارن، احیانا به نیکی از او یاد میکنن، به او فوش میدن. خب جمهوری اسلامی و اعوان انصارش هم که فیلم میسازن بر علیهش، یعنی از استخوانهای پوسیده این مرد که دیگه خاک شده هم میترسند، از نامش میترسند. ولی مراجعه کنید به خارج کشور، ببینید قضاوت سایر ملل راجع به این بزرگ مرد چیه. در مصر بارها گفتیم خیابان بزرگی به نام اوست، در حالی که در میهن خودش حتی یه بنبست هم به نامش نیست. اون خیابون پهلوی رو به نامش گذاشتن روزای اول انقلاب، بعد برداشتن کردن خیابون ولی عصر. الانم لفظ مصدقی در نزد بعضیا وسیله توهینه. یارو مصدقی 57 عامل مسکو حقوق بگیره کاگبه، به خود ما میگن اگر مصدقی، ما که خودمون رو مصدقی، ما از ارادتمندان آن بزرگ مرد هستیم، مصدقی نمیدونیم خودمون رو، ولی اگه مصدقی هم به ما این فوش رو به ما میدید با کمال میل میپذیریم. آره، ما او رو مردی بزرگ، سیاستمداری در کالیبر بین‌المللی و خادم میهنمون میدونیم. به این دلیله که دیکتاتورها باهاش مخالفن و امروز چشم دیدن نامش رو هم حتی ندارند، اجازه نمیدن مردم برن سر قبرش، قبرش رو حتی زیارت کنن. همه ازش میترسن. من نمیدونم چرا، هم اعلیحضرت با او گردن کلفتیش ازش میترسید، هم آخوندا و خمینی و اعوان انصارش ازش میترسن. هنوز بعد 70 سال که از دوران حدودن قدرتش و نزدیک 60 سال از فوتش میگذره، هنوز ازش حساب میبرن، هنوز ازش میترسن، ولی دنیا به او احترام میذاره. آقا میاد امریکا، اینجا ببینید همین رئیس جمهور، البته رئیس جمهور اون موقع می آتشکاری مثل این ترامپ و جورج بوش و اینا نبودن، یا آدم حسابی هایی بودن مثل ترومن و عرض میشود ایزنهاور و اینا، اونا هم حتی بهش احترام میذاشتن. اینجا وقتی میاد در آمریکا خودشون وسیله فراهم میکنن، میبرنش در بیمارستان که معایناتش رو انجام بدن. آره، امروز یک آدم بی سر و پایی که هر رو از بر تشخیص نمیده میاد میشینه به اون بزرگ مرد بد و بیراه میگه. بدید ببینید که او که بود. به هر حال درود بر این مرد بزرگ، با آرزو داریم یه روزی ایران آزاد چه خور ما برگردیم بریم و زیارت کنیم، البته نه زیارت مذهبی و اینا، بریم بیاد اون بزرگ مرد، خاطراتش رو برای خودمون در ذهن زنده کنیم. درود بر او باد. این هفته خیلی ناراحتیم، یه اتفاق بدی افتاده، اونم جوان مرگ شدن این حضرت آیت الله عباس واعظ تبسیه. خیلی ناراحت شدیم، خیلی. فوت ایشون و خدمت حضرت رهبر معظم تسلیت میگیم، البته شاید تبریک هم لازم بشه بگیم، چون اون دست انداخته بود بر اون
آستان قدس رضوی نایب الطولیه بود، اون طولورا رو همه رو میکشید بالا، البته احتمالا سهم حضرت رهبر رو میداد. پس اینو تسلیت، حالا در ظاهر تس مرگ دیگه، مرگ که چیز خوبی نیست هر کی باشه، تسلیت میگیم و به وارثانش هم تبریک. الان سر ارثش هم دعواست بین عرازل. یه طرف بچه هاشو کسی کارش مدعی وراثتشن، از طرفی اعوان و انصار حضرت رهبر و خود ایشون ادعا دارن. برها مقلمه ایست، چون ایشون بر یک امپراتوری میلیاردی حکومت میکرد و با سرکشیدن ریق رحمت از طرف ایشون فعلا ارثش رو هواست. اما بریم سراغ انتخاباتی که همین چند روزه، در حدود 11 روز پیش انجام شد. این انتخابات یه تبعاتی داشت، از جمله اینکه یه مشکل بزرگ برای حضرت رهبر ایجاد کرد و اون اینی که این پدر زن فرزند ایشون، یعنی پدر زن بالا حضرت ولیعت آقا مشتبه، همون آقای شداد قاتل، نه اسمش چیز دیگه است، حداد عادل، بهتر بر این که بشناسینش، همون که قیافش این تابلوی در شیر خونه میمونه، اخراج ایشون از، یعنی اینی که باعث شدن رأی نیاورده طفلک، چون نقشه کشیده بودن ایشون بشه رئیس اون طبیله اسلامی، منظور مجلس شوربای اسلامیه، و با توجه به اینکه انداختنش از این دوره رأی گیری بیرون و مقامی نیاورده و نتونست انتخاب بشه، الان حضرت رهبر در صددن احتمالاً یه پست دیگر نون و آبداری به ایشون بدن، شاید ایشون رو بذارن در رأس این، یه رأس رو بذارن در رأس صدا و سیما. به هر حال باید توجه کرد مشکلات حضرت رهبر رو هم در نظر گرفت. قد شدیم آقای بهبهانی، الان درسته؟ عرض میشه مطلب بعد در رابطه با انتخابات، این مطلب قبلی که حتما دوستان و هموطن نازنین شنیدین راجع به آقای حداد عادل بود که احتمال داره حضرت رهبر بذارنش در رأس صدا و سیما. حالا این چه تجربه ای تو کار صدا و سیما داره اونو ما دیگه نمیدونیم. مطلب بعد راجع به انتخابات، این سر صدایی است که این روزا این حضرت آقای نادر قاضی پور، نماینده منتخب مردم متدین ارومیه، این جنجالی که به پا کرده. مطلب خیلی مفصله، یه سری مزخرفاته که تکرارش نفعی نداره. یه جمله کلیدی داره، این جمله رو فقط مطرح میکنیم که ایشون فرمودن مجلس جای کره الاغ نیست. ما معمولا در تمام این مطالبی که میشنویم تحقیق میکنیم، چون ما معتقد به مذهب حقه پاناسونیک هستیم و مذهب حقه پاناسونیک مبتنی بر تجربه است، یعنی به چی میگن ماورا و طبیعه و بهشت و جهنم و فرشتگان و شیاطین و اینا باور نداره، هر چیز رو باید تجربه کنه. طبق مبانی مذهب حقه پاناسونیک یه جسمی جاش تغییر نمیکنه مگر اینکه نیروی وارد شه بهش، یعنی اگر این خودکار 50 سال اینجا بمونه هیچ تأثیری در جایگاهش نداره، جاش عوض نمیکنه مگر اینکه یه نیروی برداره یه متر جا رو جاش کنه. بنابراین رفتیم تحقیق کردیم، دیدیم این بنده خدا راست میگه، این که میگه مجلس جای کرولاق نیست راست میگه. هر چی ما تو این طویله اسلامی نگاه کردیم یه کرولاق ندیدیم، همشون الاغای پیرن، ریش و مو سفید، سفید سفید. راست میگه، حرف بدی نزده. تا حالا کرولاق، مثلا یه کرولاق فکر میکنیم، مطمئن نیستیم، هموطنان آذری فکر میکنیم به آذری که زنجانی ها راجع به صحبت میکنن، کرولاق رو، الاغ جوان رو سوپا میگن،
به این دلیل که زنجانی ها سپاه پاسداران نمیگن، میگن سوپا پاسداران، یعنی الاغان جوان پاسدار. به هر حال ما هرچی جستجو کردیم در قبیله اسلامی کرولاغ ندیدیم، واقعا نیست جاش، همه الاغای پیر، سن بالای 70-80-90. مطلب بعد اینه که این آقای نماینده مجلس گفته که کسانی که این فیلم سخنرانی منو پخش کردن جاسوس بودن. بعدم شنیدیم دیروز بود پریروز بود یه عده از لاتروتای دوروبر خودشو فرستاده، این خبرنگاری رو که این خبر رو منتشر کرده گرفتن زدن. این بابا به هر حال عقلش اینقدر دیگه، این شعورش نمیرسه که الان که 100 سال پیش نیست یه شکری در یه جایی بخوره و همونجا فقط 50 نفر بشنون. دوره مدرن جدید، وسایل ارتباطی بسیار پیشرفته است، هر خبری در یه گوشه دنیا اتفاق بیفته، هر خبری باشه 5 ثانیه بعد اون طرف دنیا خبردار میشه. چون عقلش کوتاست و به اینجا نمیرسه، فکر کرده که کسی این حرفا رو نمیفهمه. بعدم خیلی جالبه گفته که خطاب به مردم، شما تا حالا سر یه مرغ یا خروس رو نبریده اید، من سر 200 نفر از اسرای جنگی عراق رو بریدم. یعنی خودش ادعا میکنه، اعتراف میکنه که سر 200 تا اسیر جنگی. ببینید اسرای جنگی وقتی اسیر میشن از یک معصومیتی طبق قراردادهای بین المللی برخوردارن. یعنی خود این اعترافی که اینو این کرده، این رو در زمره ناقضان حقوق بشر و جنایات جانی جنگی معرفی میکنه. ما آرزو داریم یه روزی کار به جایی بکشه که ایشون هم در یک دادگاه مردمی پاسخگوی جنایاتی که کرده و میکنه و از جمله همین جنایاتی که 200 اسیر عراقی رو سر بریده. حالا عراقی بودن، دشمن میهن من و شما بودن، با ما جنگ کردن، ولی حقوق انسانیشونه که نباید منکر بشه آدم. اگر شما بیاید حقوق اون اسیر عراقی رو منکر بشید خودتون کارتون خرابه، خودتون هم جز جانی ها حساب. و اسیر رو کسی میکشه؟ حتی در متون مذهبی هم مراجعه کنید، شهریار گفته نام علی چنان بوده به اسیر کن مدارا، مدارای با اسیر. حالا اسیر رو میگیرن گردنش رو میبرن، وقتی افتخارش اینه 200 اسیر عراقی رو کشته. یعنی واقعا یک جانی در عرض می شود که اون طبیله اسلامی دوباره رأی آورده. خیلی جالبه. این دوستان ما باید به این مسئله توجه کنن. مردم ما اومدن خوشحالی کردن بعد از انتخابات. خوشحالیشون از این بود که پیروز شدن، چون تونستن یزدی و مصباح و جنتی و همین تابلوی در شیر خونه یعنی حضرت آقای حداد عادل رو بردارن، اینا رو بردارن و جاش کیا رو بذارن؟ اون 3 تا وزیر سابق وزارت اطلاعات و مثلا رفسنجانی و این همین قاضی پور، نادر قاضی پور. یعنی داستان همون داستان کله پز برخاف سگ جایش نشسته. در حقیقت بخوای حساب کن، ملت ما تو خیابون خوشحالی میکنن که سگ رو دادن پول سگ. ببخشید به خدا از سگ ما روزخواهی کنیم. به حال همون کله پز رو برداشتن، سگ رو سر دیزی سر دیگ نشوندن. در جریان این مصاحبه اعلی حضرت رضا شاه دوم با بی بی سی و بعد اعتراض طرفداران ایشون و فحش و فضیحتی که به اون یارو خبرنگاره دادن، یکی از اتهاماتی که بهش زدن میگن یارو افغانه. آقا افغان باشه، حالا افغان هم تو میگن نیست، ولی ببینم مگه افغان بودن جرمه؟ افغان بودن فحشه؟ شرم نمی کنید؟ چرا؟ برای اینکه این آقا همین مجری بی تربیت بوده و اعلی حضرت رو
با لفظ مناسبی صدا نکرده، به ایشون گفته ظاهرا آقای رضای پهلوی، به جای اینکه بگه اعلی حضرت، یا گفته چی ولی عهد سابق، شه بانو سابق. خب والا اینا هم اون بانو شه بانو بوده، همین آقا ولی عهد بوده، ولی سابق راست میگه. الان که دیگه سلطنتی برقرار نیست که ایشون ولی عهد فعلی باشه یا اون بانو بزرگوار شه بانو فعلی. خب اینا همه مربوط به زمان سابقه. اگر انشالله شما با این اقداماتی که میکنید تونستید که حکومت پادشاهی رو به میهن اسلامی جابجا کنید، عوض کنید، بیارید، ایشون شد ولیعهد و بعد شاه و شهبانو هم تشبه بردن شدن شهبانو، که حالا البته چون خود شاهنشاه فوت کردن ایشون دیگه حالا شاهی که وجود نداره شهبانو، حالا برحال یه چیزی. ولی بعد فکر کردیم که این آقا رضا ببخشید استم والا حضر، نه اعلی حضرت رضا شاه دوم، بعد حواسمون جمع باشید درست حرف بزنید. این اعلی حضرت رضا شاه دوم کاراشون ما رو یاد گاهی مرحوم مولا نصرالدین میندازه. مرحوم مولا نصرالدین یه جوالدوز برمی داشت میزد به چیز خودش، بیزه خودش، حالا اسم بد نگیم، بعد هوار هوار که آی تخمم آی تخمم. خب این کاره بابا، چرا میری با بی بی سی که بدنام پیش مردم مصاحبه میکنی برادر، که بعد شر درست کنی، طرفداراتو بندازی به جور اون عرض میشه که مجری، مجری که گناه نداره. بعد این کار باعث میشه این بنگاه های همیاری ملی که البته ظاهر تلویزیون دارن، حالا بگذاریم، اینا صداشون دراد که اعلی حضرت چرا پیش ما نمیای؟ این همه اینا التماس درخواست که اینجا اصلا سنگر پادشاهیه، همه پادشاهی ها اینجا جمعن، خود صاحب هله نمیاد تو این تلویزیون، رفته یه تلویزیون دیگه. چه چیزای شرایی هم اعلی حضرت ایجاد کرده، رفته یه تلویزیون انتخاب کرده میگه تلویزیون مورد علاقه من اونجاست، بعد اینای دیگه هرچی میمالن، منظور این که خوشخدمانی میکنن، التماس درخواست میکنن به اعلی حضرت، ایشون نمیاد. البته اینا یه اشتباه هم فکر میکنن اگه اعلی حضرت رو طرف خودشون جلب کنن، احیانا آن بزرگوار بودجه اینا رو هم یه جوری تعمیر میکنه، ولی ایشون که اهل این قرتی بازی ها نیست، معمولا از این پولا خرج نمیکنه. شاید مثلا فکرشون اینه که اگر اعلی حضرت گوشه چشمی به اینها بکنه، طرفدارانش سیبیل آقایون رو، صاحبان این بنگاه های همیاری ملی رو چرب کنن. اینم هست. به هر حال اعلی حضرت بیا پیش همین هموطنان خودت، نرو اینقدر دنبال این کفار، اونا اونجا خب توهین میکنن و دوستانت ناراحت میشن، بهتر این سوزن رو به خودت نزنی برادر. هیچ موقع فکر کردید بزرگترین و مهمترین اختراع بشر تا امروز چی بوده؟ حتما در جواب ما میگید که اتومبیل. نه. هواپیما. نه. کامپیوتر. ماهواره. سفر به فضا. هیچ کدوم. البته بزرگترین، مهمترین و سودآورترین اختراع منظورمونه که مایم توشه، ما فکر کردیم و به این نتیجه رسیدیم که سودآورترین و بزرگترین و مهمترین اختراع بشر معاد بوده. معاد، ببینید چه بیزینس زیباییه، آخونده میذاره تو کلت که تو میمیری، بعد میری اون زیر، وقتی دفنت کردن حالا فشار قبر هست و نکیر و منکر و میان نیم سود به ما تحتت ممکنه فرو کنن اگر که در این دنیا به ما حق حساب نداده باشی. بعد یه روزی هست 50,000 سال طول میکشه، در روز میارنت، پرمندت رو رسیدگی میکنن، بنابراین باید حواست جمع باشه اون روز، دستت پر باشه و راه پر بودن دستت در اون روز علیهم و علیهم اینه که در این دنیا حق حساب بپردازی. بنابراین معاد
یعنی این مردن و دوباره زنده شدن و بازگشت و یا روز قیامت و فلان، اگه حساب کنید پرسودترین و مهمترین اختراع بشره. چی اگه گلش در مورده یارو میمیره جنازش خاک میشه، بعد 1,000,000 سال دیگه یه روزی هست که دوباره این یارو، حالا این آدمایی که سالیان متوالی از 4,000,000 سال پیش اومدن رو زمین و مردن، اینا کجا جا میشن؟ یارو گفت که دوتا دروغگو با هم حرف میزدن، گفت بابای من دست میکرد توی دریا، به من قدش بلند بود، ماهی در میآورد جلوی خورشید سرخ میکرد میخورد. اونه که گفت این که چیزی نیست که، نمیدونم، بابای من یه باقی داره که سر و ترش و اصلا هیچ موقع نمیتونی بری و برسی. اون یکی گفت اون که چیزی نیست، بابای من یه چوبی داره که با این چوبش این ابرا رو جا به جا میکنه. بعد اون یارو گفت آقا ببخشید شبا این بابای تو این چوبه رو کجا میذاره وقتی میخواد بخوابه؟ گفت تو باغ بابای تو. داستان حالا اینجوریست. در حال یه خبر هم داریم، این خبر خب برای ما دلپذیره ولی دلمون میسوزه، هم برای حضرت رهبر هم برای اون یکی از برادران جانی هست که به اصطلاح رئیس سازمان حقوق بشر اسلامیه. اون خبرم اینه که احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران برای پنجمین بار در این سمت ابقا شد. ما درک میکنیم که چه زوری میاد و چه جلز بلزی این سران قوم در سارقستان اعدامی اسلامی الان دارن، به خصوص همون یارو جانیه هست، یکی برادر محمد کوفت زهرمار الهی جان، یکیشونه، قیافش هم اصلا در حقیقت کاریکاتور اینکلوده، قیافش لازم نیست کاریکاتوری زحمت بکشه، با اون ریشه مسخره و اون قیافه خودش کاریکاتوره. به هر حال هی اینا جلز بلز میکنن که این آقای احمد شهید پول گرفته، حق حساب گرفته، زنبارگی کرده، فلان کرده، اینا دوباره انتخابش میکنن. به هر حال برای پنجمین بار آرزو میکنیم آقای احمد شهید در کارت موفق باشی. اما داستان این مناظره کاندیدات های انتخاباتی ایالات متحده شمس‌آباد و برای دوره جدید ریاست جمهوری که حتما به خصوص شما کفاری که در ایالات متحده شمس‌آباد زندگی میکنید حالا یا در جاهای دیگه دنیا دنبال میکنید در جریانی، این هفته کار به حواله پایین تنن کشیده که تو نمیدونم اون به اون گفته دستت کوچیکه بنابراین دماغت هم کوچیکه، مثلا اون گفته نه میخوای درارم دماغو نشونت بدم که نه دماغم بزرگه، در این حد دار رسیده، یعنی شده همون در رژیم شریف بود که این آقای یه چیزی نژاد این اواخر مثل لاتای چال میدون رفتار میکرد و آبو بریز اونجا که میسوزه و عرض میشود اون ممر رو رو برد و یعنی محاورات چال میدون رو آورده بود در سطح دیپلماتیک، مثل که این اپیدمی شده واگیر داره اینجا هم گرفتن. بعد با خودمون فکر کردیم خب این منطقی است، وقتی که کوتوله های سیاسی به جای مردان بزرگ در جایگاه های بزرگ دنیا قرار بگیرند، مثلا فکر کنید به جای هری ترومن یا آیزنهاور یا ریگان، مردان بزرگ سیاسی، یک کوتوله های مثل جورج بوش پسر و این ترامپ بیان حاکم بشن، یا در میهن خودمون جایگاه امیر کبیر و زنده یاد دکتر مصدق یا حتی هویدا که مرد بزرگ و باسوادی بود، ببینید به عنوان یه منتقد رژیم سلطنتی میگیم ها، هویدا مرد بزرگ باسواد دو سه زبان رو به راحتی صحبت میکرد، وقتی این اتفاق میفته خب این برم به جای اون مردان بزرگ این کوتوله ها میان و کار میرسه به دست به یقه شدن و صحبت های چاله میدانی و
زدن، ولی یه پیشبینی که میکنیم اون اینه که تا 2-3 سال دیگه احتمالاً این آقای یه چیزی نجات این برمیگرده. نگید 8 سالش تموم شده، این قرتیبازی ها مال این کفاره که در امریکا کسی بیشتر از 2 دوره 8-4 ساله نمیتونه رئیس جمهور بشه. در ممالکی شبیه مملکت ما امکان داره. احتمالا این جانور ببخشید از گربه عذرخواهی میکنیم، این موجود دوپا برگرده و دوباره اونجا حاکم بشه و رئیس جمهور بشه و این بار رئیس جمهور مادام العمر مثلا که بودون حسنی مبارک یا همین رزل بشار اسد یا پدر نامردش. هیچ بعید نیست این بابا بیاد دوباره. این مردم هم احتمال داره وقتی اون بیاد هورام بکشن که این بهتر از روحانی بود. همیشه ما بعضمون اینجوریه دیگه، بگم بابا این کمتر ادام میکرد، این هفته 5 تا میکرد، روحانی هفته 15 تا، پس این از اون بهتره. در این دنیای با نفسا هیچی بعید نیست. یا مثلا فکر کنید همین در این کشور خاورمیانه داریم از این رئیس جمهورهایی که مادام العمرن، البته هر 4 سال یا 7 سال هم انتخابات میکنن، معمولا هم 99.99% هم مردم شرکت میکنن، کسانی که حق رأی دارن و به آن عالی جناب فقط رأی میدن. برای شامورتی بازی و نمایشی کسی هم کنارش میشونن که خب معلوم اون که نمیشه، همون فرزند رشید آقای حافظ اسد جاش میشینه. محمد قذافی هم همین قصد رو داشت که عجل مهلتش نداد. هفته پیش یه جمله حکیمانه از یه آدم محترم شنیدیم، گفتیم به قول کفار این کفار اینو با شما شیر کنیم، البته خودتون شنیدید. یه جمله جالبی آقای دکتر آلبرت در برنامه هفتگیش گفت، خیلی به جان ما نشست، خیلی زیبا بود. گفت که ببینید دولت ها معمولا به ملت ها راست نمیگن، و این جان سخن راست میگه، گویا حداقل همه ی حقیقت رو نمیگن. الان به دوربرتون نگاه کنید، هیچ دولتی از اون دیکتاتورترین تا به اون مثلا خیلی مترقی و دموکراتترینش همه حقیقت رو به مردم نمیگن، همیشه یه قسمتی رو میگن. بعضی ها که اصلا راست نمیگن، مثلا پرزیدنت از میشود که شیخ حسن آقای چی گفتیم اسمشو، مفتاح العکاذیب، یعنی کلید دروغ‌ها، مفتاح العکاذیب اسمش براش گذاشتیم. این که اصلا تو زندگیش راست نگفته، یکی میگفت این یارو راست نمیگه، فقط در یه مورد راست میگه و اون جاییست که در یه خونه رو میزنه طرف میگه کیه، میگه منم، اینجا فقط راست میگه. اینا هم یه همچین بعضی دارن، اینا تو زندگیشون معمولا با راستگویی مخالفن. در حال فرصت و محتنم میشمونیم و درود میگیم به آقای دکتر آلبرت، ما بینندش هستیم، برنامهاشو گوش میکنیم و این جمله خیلی جالب بود. عرض میشود که هفته پیش یک کلیپ کوتاه دیدیم، واقعا حس کردیم، لذت بردیم. یک دختر خانم ایرانی به نام کیمیا قربانی، 31 ساله و متولد تهران، که ازش به عنوان هنرمند خیابانی نام برده شده بود، احتمالا ایشون در ایتالیا در اونجا در خیابون ساز میزنه، آواز میخونه. ایشون اومد در یه برنامه تحت عنوان صدای ایتالیا، از این برنامه هایی هست که یه عده مردم رو جمع میکنن، یه عده میان برنامه اجرا میکنن، دنبال صدای جدید، استعداد جدید، هنرمند جدید میگردن. برحال این دختره که ایرانی آمد، آواز ایرانی خوند و وقتی که برنامهش به اتمام رسید خیلی جالب بود، شروع کرد از رنج زنان هم‌میهنش صحبت کردن و از اینکه در ایران زنا حق خوانندگی ندارن، بهشون ظلم میشه، گرفتارن، در زندانن، و ناگاه اون روسری رو از سر برداشت، کشف حجاب کرد و چقدر مورد استقبال اون بیننده ها قرار داره. اینو که دیدیم یاد اون الدنگ افتادیم که چند سال پیش صدایی در اومده بود و که ایشون رو میخوان بهش جایزه اسکار بدن. یک موجود ماده‌ای بود
که رفت حالا چند تا فیلم توی مثلا هالیوود هم چند تا نقشای کوچیک بهش داده بودن و خیلی خوشحال که داره میره جایزه اسکار بگیره، البته هم خودش مثلا هنرمند هم شوهر دو سرقافش. اون شوهرم چه بد عاقبت از کار در اومد، چه کارهای درخشانی داشت در روزهای اول بعد از انقلاب و امروز به چه فلاکتی، فلاکت نظر مالی ها، ماشاءالله خونه های چند میلیونی و وضع خوب مالی، فلاکت در نظر شخصیت و نظر اون چی که به سر خودشون آوردن. یاد اون موجود ماده افتادیم که قرار بود بره و شاید جایزه اسکار بهش بدن و خبرنگار بهش گفته بود خانم وقتی رفتی اون بالا راجع به مشکلات زنان هموطنت هم بگو. گفت نه میدونید من اونجا 2 دقیقه فقط وقت دارم، اونم باید از کارگردانم تشکر کنم، از تهیه کنندم تشکر کنم، وقت این حرفا که نیست. بچه توپوزی به این زدن انتقابش نکردن. بعدم البته شاهکار دیگه داره، در لندن باش مصاحبه کرده بودن با همین موجود مارتینه. یا خبرنگار پرسیده بود شما حاضری بری ایران؟ گفت بله. آنو ایران؟ گفت بله. گفت اونجا باید چادرس؟ گفت خب میکنم دیگه، هر مملکتی قانونی داره. احتمالا بوی کبابی شنیده بود، شنیده بود شاید بتونه بره اونجا فیلمی بازی کنه، حالا این بر در حال درآمد داره اون برم داشته باشی، که اونام زدن تو گوزش. حتی با این خوش خدمتی که کب تحویلش نگرفتن، زدن تو گوزش برگشت امریکا. و میگفت نه هیچ اشکالی نداره، چادرم سرم میکنم. وقتی کسی به سادگی از این پرنسیپاش بگذره به درد یه جاهای دیگه میخوره. حالا بگذره، به ما گفتن که این خانومه میگفت نمیشه از ایران بگم، یه دخترک 33 سال 31 سال دختر جوان اومد با چه سوزی آهنگ ایرانی خوند، بعد پرداخت به زنان هم میهنش، گفت چه به سر زنان هم میهنش داره میاد. و اون شخصیت برجسته هنرمند اسکاری، من نمیتونم، من باید برم از تهیه کنندم تشکر کنم. ای کله پدر اون تهیه کننده و خودت و شوهر بی همه چیز تو، همه هم پادکیات. ای به ما توصیه میکنم این هفته یه چیزی یه فیسبوک دیدیم، یه کامنتی گذاشتیم شیر کردیم، یکی از دوستای مفسدمون دیش ورداشته بود کامنت گذاشته بود. میدونید ما دوست مفسد زیاد داریم، همون دکتر سیروس محسن بند رو. باز دوباره عشری شدی، اینا چیه؟ یه چیزای آدم میشنه به زور بهش میاد از این اراذلی که میبینه، یک کارایی میبینه که هیچ توجه کردید که این رژیم حاکم بر سارقستان اسلامی اعدامی از روز 22 بهمن 57 که اومده سر کار، سعی در ایجاد دشمنی، خشم، نفرت بین مردم بکنه. مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر چپ، مرگ بر راست، مرگ بر توده‌ای، مرگ بر مصدقی، مرگ بر همه. و بعد مردم رو تشیع و ترغیب کنه که برید فردا مراسم اعدام داریم بیایید ببینید. یا اسرائیل رو باید از صفحه روزگار، یه ملت چند میلیونی رو آخه از صفحه روزگار محو کنیم. اینا رو ذهن مردم، و یا دعوت مردم به جاسوسی بر علیه همدیگه، بچه بره جاسوسی پدر مادر بکنه، برادر بره جاسوسی برادر رو بکنه. اما جالب همه اینا عکس جواب داد، جواب معکوس داد. لذت میبرید تو این فیسبوک و این وسایل ارتباط جمعی دیگه میبینید، دارن این سایت های اینترنتی. مردم زمان قبل کاری به حیوانات نداشتن، کسی دوست داشت یه گربه سگی تو خونه داشت، نداشت یه گربه سگی تو خیابون بود. یه ده اون
تفکرات مذهبی هم تو ذهن بچه ها میکردن سگ نجسته، سگ رو میمد توی محل شد و پلش میکردن. امروز چه انس و الفتی نسبت به حیوانات مردم پیدا کردن. منطقه های بزرگ و طرف رفته گرفته، سگای خیابانی رو جمع میکنه، گربه های خیابانی رو جمع میکنه، اونجا بهشون غذا میده، سرپرستی میکنه و ملت هم کمکشون میکنن. یا اینکه الان این رسم منحوس این که تو یه ماشین بخری، خونه بخری، زن بگیری، یه حیوانو جلوی پای ماشینه زنی که داری تو خونه میخوای بیاری باش زندگی کنی بکشی، اینا داره ور میفته. به جای قربانی کردن گوسفند مردم میگن درخت بکنید. نتیجه عکس داده تعلیماتتون آقایون. موفق نبوده چون همش خشم و نفرت و کینه است. مردم ما مردم مهربانی هستند. مردم چه تو پوز شما ها زدند. همدیگر رو دعوت میکنند آقا نرید در این مراسم اعدام شرکت، آقا گوسفند نکشید، درخت بکنید. و توجه کردید اگر یکی از این به اصطلاح هنربندا، حالا خواننده یا هنرپیشه یا نجاره، یه ابراز تمایل به رژیم بکنه، مردم توف بارونش میکنن. یا فرض کنید طرف پای چوبه اعدام قاتل بچهشو میبخشه. نمیخوایم قتل رو ترغیب و تشویق کنیم، اون که اون قتل کرده کار بسیار زشتی کرده، ولی بارها پیش اومده پدر مادر اون مقتول پای چوبه اعدام از خون بچهشون گذاشتند و قاتل رو نذاشتن اعدام کنن. درود بر این ملت بزرگ. بسیار خوشحالیم که این اقدامات اینا نتیجه عکس داده، در خلاف اینا که اونا میخواستن مردم رو نسبت به هم خشمگین همیشه نگه دارن، نسبت به همه چی، با همه دنیا دعوا داریم، دعوا داشتن و این نتیجه عکس داده. خبرنگار خارجی میره توی ایران تو خیابون جلو یارو رو میگیره، میگه آقا شما با آمریکا مشکلی باطل ندارید، ما دوست مردم آمریکا هستیم. یارو میگه چی میگه؟ بعدی چی میگه؟ نهج بر آمریکا رو اونان، ما نیستیم. برنامه‌هاتون همه خلاف در اومده. نظرم جبرئیل نازل شد برای ما میوه بهشتی آورد. درود بر جبرئیل. هیچ فکر کردید تقریبا تمام سران رژیم خبیث اعدامی اسلامی که به مقامات بالا میرسن اینا حتما دستشون به خون آلوده است؟ یعنی تا کسی در اون رژیم اعدام نکرده باشه، شکنجه نکرده باشه، مردم رو ضرب و شتم نکرده باشه، پست خوبی نمیگیره. و هرچی این درجه سبعیت و جنایت بالاتره، پستم بالاتره. مثلا آقای قاضی مرتضوی تو زندان خانم دکتر زیبا کاظمی رو میکشه با لنگ کفش یا کوبیدن سرش به دیوار. بچه های مردم رو دستور کشتن و تجاوز میده در گهریزک. بعد میره میشه رئیس تأمین اجتماعی، بعد میلیاردها تومن سوء استفاده میکنه، بعدم 200 هزار دلار تومن جریمش میکنن، بلش میکنن، راستاس میگرده. چرا؟ چون دست به خون آلوده داره، مزد جنایاتشو داره میگیره. یا خود همین پرزیدنت آشه حسن آقای مفتاح العکاذیب، خودش دستش به خونه در اون آلوده است. حالا چه جنایاتی کرده بعدن رو میشه. حالا یه نمونهش به قول سعید نازنینمون فرزند کش، پسر خودش رو باعث قتلش شده. یا سایر این سران که به عزیزان خودشون هم رحم نمی کنن. یعنی باید جنایت بکنی تا مزد بگیری. یه خدشه چند شب پیش مرتکب شدیم، گفتیم ناکرد قتل اختلاس میسر نمی شود. ناکرده قتل اختلاس میسر نمی شود، خونی بریز و بی سرخر اختلاس کن. آره، وقتی خون بریزی جنایت بکنی، اختلاس و هزاران کار دیگر خواهی کرد. یه خبر جالب داریم
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور. از رکود سنگین در بازار فروش این محصولات در روزهای نزدیک به عید نوروز خبر داد. یعنی مردم قدرت خرید آجیل شب عید هم دیگه ندارن. منطقی پسته نمیدونم کیلو 70,000 تومان، 80,000 تومان، تخم کیلو 50,000 تومان. حالا ما در زمان تینیجریمون، حالا بعضمون که خوب بود پولی تو جیبمون، میرفتیم 2000 میدادیم اینقدر تخم آفتاب گردون، حالا یا تخم ژاپنی به ما میدادن. حالا کیلو 50,000 تومان. به هر حال میگه ما امسال نه تنها کمبود در عرضه آجیل نداریم، رئیس اتحادیه میگه ها، بلکه اضافه هم داریم، مشتری نیست، هیچ کی نمیخره. معلومه مردم پول ندارن. وقت در این شرایط چیکار کردن؟ فروشندگان آجیل و خشکبار تصمیم به فروش قسطی آجیل گرفتن. البته نه به هر کسی ها، به کارگران و کارمندان و افراد مورد اعتماد. یعنی چون مردم قدرت خرید آجیل و برای شب عید ندارن، قسطیش کردن که مشتری بشی. اگر این روال ادامه پیدا کنه و اسلام همچنان پیشرفت کنه، احتمالاً یه روزی میرسه که مثلا یه کارمند بدبختی باید بره در مغازه 1 کیلو انگور بخره 50,000 تومان قسطی. بگه آقا 1 کیلو انگور بده، من بچه هم 10 ساله 5 سال انگور نخوردن، 5 تا 10,000 تومان تو 5 ماه حقوقم کسب کن. بعد این 5 ماه بگذره، این قسط رو صاف کنه، بعد بره 1 کیلو پرتقال بخره مثلا 30,000 تومان، بگه 3 تا 10,000 تومان تو 3 ماه میدم. کار به اینجا هم خواهد کشید. البته این شامل اون مخالفین و محاربین و عرض میشه اونایی که در ولایت ذوب نشدن میشه ها، یعنی همون 95% ملت ایران. چون که اون 5% که ذوب شده در ولایت هستن یا جز علمای اعلام و حجج اسلام یا سگ توله های دورشون، ببخشید از سگ عوض میکنم، بربه جان از سگ دقیقه تام عوض میکنم، این جانوران دو پای جانی هستن، اونا که نیاز به این کار ندارن، میرن کش نقد میخرن، یه جام میبرن خونه. این مال همون قشر محروم جامعه است و علمای اعلام از این قاعده مستثنا. این هم خبر جالبی است. دکتر ابراهیم فیض، مردم شناس و روانشناس که به فروید ایران معروف است، در مصاحبه فرموده که ایشون تشریف برده پاکستان در دانشگاه بین‌المللی اسلام آباد و اونجا زعمای قوم دانشگاه اسلام آباد، صحبت این بوده که فیلمای جمهوری اسلامی رو ببرن اونجا نشون بدن. یارو رئیس دانشگاه گفته ما فیلمای جمهوری اسلامی رو نمیتونیم نشون بدیم. آقای دکتر روانشناس گفتن چرا آقا، فیلمای ما خیلی خوبه. گفته نه، در این فیلمای شما سکس خشن زیاده. خیلی مسخره است، باور کنید. یعنی فیلم های این سریال هایی که شما میبینید زنه توی اتاق خوابش هم با شوهرش چادر رو سرید فرشه، میگه در اینا سکس خشن زیاده. حالا ببینید اون پاکستانی کجا باستاده که فیلم های جمهوری اسلامی براش فیلم پرنوه. یاد یه داستانی افتادیم، بعد اینو بگیم، پرسیده که آقا این فیلم های ما کجاش سکس خشن داره؟ گفته در اونا هم سکس خشن در لباس وجود داره، هم در صدا وجود داره، هم در رفتار وجود داره. اینه که ما نمیتونیم اینا رو پخش کنیم. اونا دیگه کیان؟ یادمونه یه دوستی داشتیم، خام بود، از این خانهای بختیاری که بعد از ماجرای عرض میشود 6 بهمن و اینا زندگیش هم نمیدونم از دست داده بود و برای اون خصلت بزرگواری و خانیش از دست نداده بود. این یه پیرمردی خدمتکارش بود، همچنان خدمتکار رو داشت، همچنان در اون موقع وضع زیاد خوبی بعدش بد نبود، ولی نه همچنان. هر از گاهی با دوستان میرفتیم دیدن خان، مرد خوشمشتا و شوخی هم بود، باهاش هم شوخی داشتیم، سر به سرش هم می‌داشتیم.
یه بار از این دفعات که رفتیم در زدیم، این پیرمرد اومد دم در، سلام آقا سلام. گفتیم که پسر خان هست؟ گفت بذار برم بپرسم ببینم خان هست یا نه. یعنی احتمالا خان بهش گفته بود هر جمعت اول یا به من بگو ببینم کیه. بعد یکی از دوستا بهش گفت که پسر تو کی هستی؟ گفت ما پیش خان آدمم. این اصطلاح عموروستایی بود که یعنی من نزد خان خدمتگارم، کار میکنم. بعد که رفتیم تو ما دعوت کردن و نشستیم، این دوستمون که او هم با خان شوخی داشت گفت خان شنیدی چی گفتید؟ این چی گفت؟ گفت نه. گفتیم دم در بهش میگیم تو کی هستی؟ میگه ما پیش خان آدمم. بعد به شوخی خان گفتش که خان تو چی گویی هستی که این پیشت آدمه؟ حالا ببینید اینا کیان؟ این پاکستانی ها دیگه کجای قضیه هست که فیلمای جمهوری اسلامی براشون سکس خشن توش داره. خیلی حکایتیه واقعا، هم خنده داره هم گریه دار، خیلی جالبه. خب از این داستان هم بگذاریم و بریم سراغ یک مطلب دیگر. عرض به حضورتون، براتون بارها گفتیم که ما، شخص ما پیر گدای خراسانی، حداقل شاهد زنده تاریخ 50-60 سال اخیر مملکتمون هستیم دیگه. حالا نزدیک 70 سال سنمونه، هر روزی که دست و چپ و راستمون رو شناختیم و یه خودم بچه پر رو بودیم و پر حرف و فضول، تو هر کاری سرمون رو داخل میکردیم، پس تجربه زندگی در دوران دو دولت بسیار مقتدر و عرض می شود مردمی و دموکرات رو داریم دیگه. یکی دوران پرشکوه اعلیحضرت همایونی شاهنشاه یا میر بزرگ ارتشداران خدایگان، یکی هم دوران پرشکوه انقلاب اسلامی و حضرت امام و اذناب. حالا به هر حال ببینید، امروز در سر راه مردم میهن ما دو تا تله کار گذاشتن که باید حواسمون رو شیشتون جمع کنیم تو این تله ها نیفتیم. یه تله داخل ایران گذاشتن برای ملت ما، مردم ما، و یه تله در خارج کشور. تله داخلی هم حرامزادگی درش از هم ثروت، یعنی تله گذاران داخل در راه مردم تله گذاشتن، هم پول کافی دارن برای نگهداری تله، هم حرامزادگی و رذالت کافی. این خارجی ها، این هایی که در خارج برای ملت ایران تله گذاشتن، نه اون حرامزادگی اون داخلی ها رو دارن، بلکه بسیار ابلهن، دستشون هم که خالیه، یه نظر مالی هم دستشون زیاد باز نیست، احمق و متوهم و بیخبرند و فقیر و بسیار فقیر. این مقدمه ای که گفتیم، میخواد یه مطلبی رو با شما در میون بذاریم. شنیدید میگن چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. این تغییر و تحولی که در رسانه های این رژیم سارقستان اعدامی اسلامی از بعد به روز به قدرت رسیدنش تا حالا تا امروز اتفاق افتاده، بسیار جالبه. از تاریخ شفاهی که با چشم خود دیدیم براتون تعریف میکنم. روز 22 بهمن سال 1357 وقتی اینا تمام مراکز قدرت گرفتن، انقلابیون به اصطلاح، کلانتری ها و پاسگاه ها رو تسخیر کردن، زندان ها رو از جمله زندان قصد تا اونجا که یادمونه و اوین و اینا تسخیر کردن، رادیو تلویزیون رو تسخیر کردن، ساعت حدود 6 و 7 بعد از ظهر بود، ناگهان یکی از همون مجریان انقلابی که در زمان آخرین روزای اعلیحضرت طرف مردم به اصطلاح اومده بود، انقلابی شده بود، ظاهر شد و پرده سینما در حالی که کنارش یه آخوند ریغونه مفلوکی نشسته بود که امروز بهتون بگیم همون آقای آیت الله
هاشمی رفسنجانی. اون زمان همچی به این گندگی نبود و چنده نبود، یه آدم لاغر ضعیفی بود. اومد پیشش نشست و برای اولین بار چشم ما به جمال آخوند انقلابی روی صفحه تلویزیون روشن شد و یه سری مشخصات گفت و از انقلاب تعریف کرد و حضرت امام تعریف کرد و از فردای اون روز این تلویزیون شروع کرد به تغییر کردن. یادمونه یه شبم یه برنامه بود به نام دنیای آب، اینو یهو ناگهان گذاشتن رو تلویزیون، ما دیدیم ای زن لخت با بیکینی داره نشون میده، بلافاصله برداشتنش. یعنی حالا یا یکی یا یه رزالتی کرده بود اونو گذاشته بود یا از دستشون در رفته بود. به هر حال از فردای اون روز شروع کردن به قلع و قمع همه کسانی که تا 3 روز پیش سنگ حضرت امام رو به سینه می زدند و انقلابی شده بودند. از زنها هم شروع کردن، اول به زنها پوش کردن که باید از این به بعد با حجاب بر صفحه تلویزیون ظاهر بشید. نمیدونیم هنوز در قید حیات یا امیدواریم که در قید حیات باشه. زنده نام احترام برومند که اون زمان برنامه بچه ها رو اجرا میکرد نرفت زیر این بار، گفت من حاضر نیستم حجاب سر کنم. من بابا یه مادر با همین ظاهر ساده میام با بچه ها صحبت میکنم که نپذیرفتن. ولی مثلا کسی مثل مریم ریاضی که اون اخبارگو بود، یه خانومی بود مرجی خبر بود و صدای خیلی زیبایی هم داشت، اون قبول کرد و چادر و روسری و مقنعه سر کرد و به کارش ادامه داد. به هر حال اینو ادامه دادن، شروع کردن به باز کردن پای آخوندا به تلویزیون و هر روزی 5 تا آخوند رو بردن مزخرف کله ملت کردند و کردند و کردند و تا امروز، و امروز به این نتیجه رسیدن که کارشون مثل همون موردی که یه رو پیش گفتیم نتیجه نداده. یعنی نه تنها نتونستن مردم رو جذب مذهب و به خصوص مذهب تشیع بکنن، از مردم و از مذهب فراری هم دادن. و امروز که به این نتیجه رسیدن اومدن سرنا رو از سر گشادش ساز میکنن. حتما شما دیدید در برنامه های این آقای رضا رشیدپور رو که اخیراً ظاهر شده، کلیپ های تلویزیونی میسازه و پخش میکنه و با آدمایی مصاحبه میکنه که اینا تا چند وقت پیش در رسانه های ایران حکم هروئین و تریاک رو داشتن. مثلا میره خواهر گلشیفته فراهانی رو میاره باش مصاحبه میکنه، یا اون یارو دزده کی بود شهرام جزائری رو میاره. از جمله در آخرین یکی از آخرین برنامه هاش عرض میشود که این چیز رو برده بود، این آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه رژیم سارقستان اسلامی ادامه، و به قیافه آدم هم نگاه کنید سر انقلاب همه کراواتی و شیک و تمیز به ترتیب کراوات رو حذف کردن، قیافه تمیز حذف شد، شپش و کثافت و ریش و سر و وضع ژولیده در تلویزیون شد معیار و ارزش. عرض می شود که یا همون زمان مثلا یا آخوند کوتوله‌ای میمد به بچه ها درس تروریستی میداد. صراحتا این جمله رو شنیده بودیم، گفت ضد انقلاب رو چیکار میکنیم؟ میگیریم پخ پخ سرشو میبریم. آخونده میگفت تو تلویزیون مملکت من و شما. بها به جای این اراذل و اوباش امروز یه نوع دیگه ای از اراذل آوردن و دارن پروبال میدن. این آقای رضا رشیدپور با ظاهر خیلی تمیز ریش ستیده اصلاح شده و یه حرفایی میزنه، میگم اصلا خواهر گرشیفته فراهانی، اصلا گرشیفته فراهانی مواد مخدر بود تا 4 ماه پیش، امروز با خواهرش و اون به راحتی از خواهرش صحبت میکنه که فلان و چنین و برنامه داره تحت عنوان آپارات یا دید در شب و شروع کرده با این آقای ظریف مصاحبه کردن. حالا این آقای ظریف که 200 میلیارد پول اون مملکت رو به باد داد،
در اون مذاکرات دیگه داستان میدونید، تو اون مرکز اتمی سیمان ریختن و سانتریفیوژان رو فرستادن توی اسکراپ یارد و قبرستون انداختن و این جنایاتو کرده، اینو میاره بهش لقب معروفترین و بزرگترین وزیر امور خارجه تمام دوران تاریخ ایران معرفیش میکنه. چرا؟ برای تزیین ویترین رژیم، که ببینید چه آقا خوشگلی هم داریم، وزیر امور خارجه، و سعی میکنه اونو قهرمان ملی به مردم غالب کنه. خیلی جالبه، در اون برنامه رو ما مقدار زیادیش رو دیدیم، تمام همکاران آقای خود آقای دکتر که آقای ظریف، ممجواد ظریف که آقای دکتره، تمام همکاراش هم دکترن، از دم بارها از دکتر احمدی نژاد صحبت کرد، رئیس جمهور سابق، آقای دکتر روحانی منظورش هاشم حسنه، آقای دکتر اون کیه موسویان، اون جانی بلفطره بود که زمان قتلای میکنوس سفیر ایران در آلمان بود و عامل و عامر قتل میکنوس بود، اون آقای موسویان، اون چون چوب دو سرگویی در زم، هم از نظر ملت ایران منفوره، هم خود اینا یه مدت به عنوان جاسوس گرفتنش و زندانیش کردن خود رژیم. بعد آقا این اتهام بود، آقای موسویان از دوستان خوب ماست، شخصیت برجسته، استاد دانشگاه، یا خیلی برامون جالب بود. یه حرف سراغ آقای دکتر عراقچی، اون یارو شیپیشو هم که بقید دست آقای سعید بهتر سابقش رو میتونه، میگه این تو ژاپن هم دوزی موزی کرده به من. آقای دکتر عراقچی برای یکی دیگه صحبت کرده و نمیدونستیم، اونم فوت کرده، یک کسی بود حواله انقلاب شده بود سفیر ایران در ایالات متحده شمس‌آباد یا سازمان ملل، یکی از این دو تا درست یادمون، به نام رجایی خراسانی، این پاپشو زفته بود توی یه فروشگاه پالتو دزدیده بود، پالتو تنش کرده بود اومده بود بیاد بیرون، یقهشو گرفته بودن، از او هم با چه تجلیلی یاد کرد آقای دکتر رجایی، مرحوم دکتر رجایی خراسانی. و خیلی جالبه آقای رشیدپور، خیلی سوالا از آقای ظریف کردی، یه سوالو جا انداختی، بهش میگفتی آقای ظریف شما که در مصاحبه با خبرنگار خارجی میگی که ما در ایران کسی رو به خاطر بیان مطلبی زندانی نمی کنیم یا شکنجه نمی کنیم یا اعدام نمی کنیم، ممکنه بفرمایید که ستار بهشتی گناهش چی بود؟ البته ما اگه دای شما بودیم آقای رشیدپور گفتیم مثلا جناب آقای دکتر کی اسمش لعنتی محمد جواد ظریف، کسی که وزیر بهترین و شریفترین و نمیدونم معروفترین و شجاعترین وزیر امور خارجه ایران بودی، تو وقتی به اون خبرنگاره میگی ما در ایران کسی رو به خاطر ابراز عقیده زندانی نمی کنیم، اگه ما بودیم این کلمه رو میگفتیم، ولی خب تو که نمیتونستی گفتیم، گفتیم تو که میگی در ایران در مصاحبه با خبرنگار خارجی ما کسی رو به خاطر ابراز عقیده زندانی نمی کنیم، پوفیوز ستاره بهشتی چی بود پس؟ و البته ده ها و ست ها ستاره بهشتی، بنابراین اونجا دارن دوباره ملت تو پاچتون میکنن، دارن بیسین سازی میکنن، یه آدم حسابی و با ریش تراشیده و سر وضع مدرن امروزی و دوربینای دیجیتال فلان و گروه کارگردانی و گروه مشاوران و اینا رو بردن، این عناصر اوباشو میارن به شما فروب کنن به جای آدم حسابی،
توی بعد از این ماجرای برجام گفته بودن دیگه، این ابله رو با زنده یاد دکتر مصدق کنار هم گذاشته بودن و مقایسه کرد. کاری که ظریف کرد مثل ملی کردن مرد که پدر سوخته، اصلا اینا دو مقوله مختلفه. زنده یاد دکتر مصدق حیثیت رو به ملت ایران برگردوند، تو دهن شیر پیر استعمار رفت. شبی که مصدق و کودتا به علیش کردن، ایدن وزیر امور خارجه وقت در روی دریا در مرخصی به کار می رفت، به سر می برد. و امشب من یک خواب راحت خواهم کرد بعد از مدت ها و این جانی ببخشید، بخواستیم یه چیزی دیگه دنبال جا بگیم، ببخشید همون جانی، این جانی آقای ظریف رفت 200 میلیارد پول اون مملکت رو به باد داد، به دریوزگی افتاد، التماس کرد و همه رو باخت، ملت ایران رو به باد داد. به هر حال مواظب باشید، ایغ داخلیه، حالا بیاید خارج کشور. بیاید سراغ این تلهی که تو خارج براتون گذاشتن، ببریمتون امروز دوباره بورکینافاسو و اون بنگاه همیاری ملی و همون داستان دعوای جناب رئیس با پهلوون. گفتیم پهلوونی که ادعا میکنه یه ذره اگه بهش رو بدی ادعا میکنه نوچه جهان پهلوان تختی هم بوده، در حالی که زمان تختی این تو گنداقش دیش میکرده. حالا بگذاریم. و اینکه برای اینکه پهلوونو یادتون نره میگیم، این ادعا میکنه که ارادتمند جهان پهلوان تختی بوده. ما ایش بیدی گوشتیم پهلوان تجریشی، حالا کاری نباشه، کاریتون نباشه، همونی که یه وری میشینه خیلی احساس گردن کلفتی اینجور، هیچ موقع سافت مثل آدم مثل ما جلو تلویزیون نمیشینه. الان گلمون هم میدازیم، الان گلمون هم میدازیم، وقتی شروع حسینی برمون میداره. برحال این آقا همونیه که شما اگه خبر داشته باشید مخترع حقا بود، حقا را ایشون اختراع کرده بود، حقا که یادتونه میخواست 50 تا هواپیما برداره بره ایران. دعوا مرافعه هست بین جناب رئیس و پهلوان تجریشی و این دومین دعواست، چون جناب رئیس با یه خانومی هم میدونید دعوا داشته و کارشون به سو و سوکشی افتاد. الان اون خانوم 200 خورده هزار حالا طلب ادعا میکنه با و این بنگاه در حقیقت در حال تعطیله، یعنی یه جوری مشکل داره. بعد هموطن من و شما تو ساحل اقیانوس نشسته به مردم ایران میگه یه ارزه ها چرا پا نمیشید برید تو خیابون قیام کنید، تلویزیون رو بگیرید این بره اونجا پخشه یا ما بیاییم اونجا حاکم بشیم. ببینید رزمترین، بیشرافتترین، حرامزادترین این صاحبان رسانه های گروهی خدا پدرشون رو بیامرزه، هیچ موقع از مردم ایران کمک نمیخوان، مردم داخل ایران به خارجی ها میگن کمک کنید، حقشون، مسئله خودشونه. ولی این سازمانه به خصوص اینا به مردم ایران هم میگن به ما کمک کنید. آخرین فکری که کردن به مردم میگن امسال در این ماه اسفند بیان این یارانه هاتون رو بذارید دو هم بفرستید برای ما. یعنی اون هموطن من که 45,000 دلار یارانه، تومن یارانه میگیره و این 45,000 دلار میشه که 15 دلار میشه، اینا رو مردم یه عده جمعشن بذارن رو هم بفرستن این ور برای آقایون. هموطن من که خودش اونی که یارانه میگیره که خودش بیشتر به اون پول نیاز داره، یاره بده به تو. یا یه خانومی اومده رو خط که آقا میدونم و از شما خیلی خرابه، منم قدرت ندارم ولی همیشه هم کمک کردم، حالا 20 دلار دیگه میدم شاید بتونید شما یه کاری کنید ایران رو آزاد کنید.
20 دلار بده که ایران آزاد بشه. یادمونه جوان بودیم، خیلی جوان بودیم و سری پرشور میرفتیم گاهی دندون ما درست کنیم. دندون پزشکمون هم یه پزشک آذری بود، دهجه داشت، خیلی مرد باحالی بود. ما هم تازه دانش آموز بودیم و سری تو سرا در آورده بودیم. یه روز که رفتیم پیشش که این دندونه رو پر کنه، گفتم دکتر شنیدیم که در اروپا و امریکا یه سیستم جدیدی اومده که دندون رو میشه جایگزین کرد. یه نگاهی کرد گفت آره، ولی فکر نمی کنی 5 تومن به من میدی من دندون خودم میکنم برات میذارم؟ این فکر رو که نمی کنی. حالا یاد این داستان افتادیم، 20 دلار میخواد خانوم بده ایران آزاد شه. دیشب با یه نازنینی دوست مهربانی صحبت میکردیم به ما توپید که تو چرا اینقدر نگرانی؟ مگه اینا چقدر مخاطب دارن؟ تو معلم ریاضی هستی مرد، بزن کنده از جا ماشین حسابت، اینا چقدر بیننده دارن؟ 200 تا، 400 تا، 1000 تا. ببین این نسبت به کل ملت ایران چه نسبتی میشه؟ گفتی مثلا 5000 1% ملت ایران. گفت خب اون چه؟ آخه چی؟ اینا چی کار میتونن بکنن؟ گفتیم نه، نگرانی ما یه جای دیگه هم هست. و کجا؟ گفتیم ببین یه پاتیل شیر تصور کن، این پاتیل به این عظمت شیر یه قاشق ماست توش میزنی کل پاتیل رو میکنه ماست. یا میگن یه بز گر گله رو گر میکنه. میگن آنو اونجا هم هستیم، اینا هم کلا سر مردم میذارن. بعد اومده یارو میگه که آقا 6 میلیون ملت ایران بیرون کشورن، نفری 100 دلار بدن، میدونی چه رقمی میشه؟ این تشکیلات از مصیبت نجات پیدا میکنه. ما آخه میگیم ابله، تو چجوری اولا ثابت کن که این 6 میلیونی که بیرونن همه هم فکر شما و دوستان شما و میخوام پولاشون رو برن به شما؟ این اول تعیین کن، ببین چند درصد از این 6 میلیون شماها رو دوست دارن و این بلاهتاتون رو تایید میکنن. بعد وقت صحبت اینو بکن. 6 میلیون بیرونن که خب باشن، صحبت چقدرش طرف شما، چقدر به شما کمک میکنه؟ فقط توصیه‌ای که به شما مردم میکنیم این هستش که مواظب باشید. الان بسیاری از ایرانی‌ها به خودشون انتقاد میکنن که ای داد چرا ما عکس حضرت امام رو در ماه دیدیم؟ چرا مویش رو لای قرآن دیدیم؟ چرا اینقدر احمق شدیم؟ الان دارم یه سری این اراذل و اوباش رو باز دوباره به عنوان رهبر به شما میچپونم. مواظب این فقط باشید. پس فردا نشینید بگید اینا یک فاشیستایی هستن. بهترین نمونش برای ترامپ تبلیغ میکنن. میگن بیاین به ترامپ رأی بدید، ترامپ ایران آزاد میکنه. خود ترامپ چه گوهیه که این طرفداران و حامیانش باشن. اینا اینقدر فاشیستن. اینا فاشیستن که از یه فاشیست حمایت میکنه. اگر اینجا دیلز میکنیم برای اینکه کلا سرتون نره، دوباره یکی نیاد یه امام دیگه در ماه نشونتون بده. نگرانی ما از اینه برادران و خواهران عزیز، نگران این هستیم که نیان دیگه یه دونه امام دیگر. حالا اون امام ریش داشت و عمامه، ممکنی امام بی ریش و بی عمامه این بار بهتون بچپونن. عرض میشه که یه چند روزیش واقعا خیلی ناراحتی. یکی دوتا مطلب دیدیم، این اصلا حال ما رو گرفت. در یه جمله براتون بگیم، اول اینکه یکی دوست مهربانی از دوستان ما، از بینندگان بسیار مهربان ما، دیشب بود یک کلیپ کوتاهی روی فیسبوک گذاشته بود، ما باز کردیم دیدیم، و اون کلیپ سخنان اون مرد ابله سید ابراهیم نبوی بود. شنیدید که در یه مصاحبه با یکی از این تلویزیون‌های خارج کشور یهو گفت
ولش کن بابا، 60 و 67 که دیگه همه یادشون رفته، فوت مرحوم امام هم یادشون رفته، ولش کن. یعنی قتل عام 10,000 نفر از بهترین جوانان اون مملکت از نظر این اولاغ اینه که ولش کن، اون مهم نیست. چند بارم این داستان رو براتون گفتیم، اگر یه آدم پیزوری معمولی عادی جامعه فاسد بشه، خودش فاسده، دوتا رو در کنار خودش فقط میتونه فاسد کنه. ولی وقتی یه سیاستمدار، یه ژورنالیست، به خصوص یه طرز پرداز فاسد بشه، دنیایی رو به گه ممکنه بکشه. از جمله همین رزل سید ابراهیم نبوی. ولی آدم اینقدر میتونه بی احساس و رزل و بی شرف باشه که بیاد بگه حالا 67,000 نفر هم رژیم کشته، ولش کن، فراموش کن. از فکر کردیم خدایا به این چی بگیم؟ باور کنیم ما هر موقع قیافه این رزل رو میبینیم کهیر میزنیم. بعد میدونی چی به نظرم وقتی قیافش رو با اون هیئت رو، حالا خیلی هم گنده مانده شده، چاق شده، یه جا میبینیم، یاد مطبوع مرغ میافتیم. حالا حتما تعجب میکنی چرا مرغ؟ برای اینکه مطبوع مرغ برای تشبیه یه همچین کسی بهش مخلوط داره، برای اینکه مخلوط دو جنس دیگه است، یعنی یه نوع نیست، بول و قایت با همه. اصلا خیلی ما رو آزار داد که یه همچین جانوری، بهترین فرزندان، کشتار بهترین فرزندان مملکت رو میگه ولش کن. یه مطلب. یکی دیگه این که شماها که هموطنان نازنینی که با داستان تلویزیون و عرض می شود رادیو و وسایل ارتباط جمعی و سایت های اینترنتی و به خصوص با سینمای ایران آشنایی دارند، با سینما به خصوص سینمای ایران، اگر ما اسم یه نازنین رو بیاریم حتما می شناسیمش. منظورمون باربد طاهری است. شاید بسیاری از شما باربد طاهری رو بشناسید، هم قیافش یادتون باشه، هم کاراش یادتون باشه، این مرد نازنین رو. باربد طاهری هم فیلم بردار بود و هم تهیه کننده. فیلم بردارم از این فیلم بردارایی نبود که مثلا قبلا گاریچی بوده باشه، کارش نگرفته باشه، اومده باشه یه دوری مرداشته باشه فیلم بردار. فیلم بردار تحصیل کرده انگلیس بود، این فن و اکادمیک میدونست و تهیه کنندم بود. اون فیلم رگبار رو اگر دیده باشید، در اون فیلم هم خودش فیلم بردار بود، هم تهیه کننده، و حتی سر اون فیلم خیلی هم لطمه خورد، اون فیلم ضرر کرد، حتی به خاطر ضرری که در اون فیلم کرد کارش به نزدیکی های زندان هم رسید. ای به حال ناچار شد اینجور که شنیدیم، و یه دوست صمیمی که چکی بکشه به ناچاری و بعد گرفتار شد. بعد انقلابم، بعد از پیروزی انقلاب با شکوهمندم، دولت جمهوری اسلامی چنان که افتد و دانی، چون ایشون در حقیقت بهایی بود، هست و نیست و خونه و زندگی رو همه رو مصادره کرد و باربد ناچار شد با مادرش بیاد و مدت‌ها در شمال کالیفرنیا، سان فرانسیسکو و مناطق زندگی می‌کرد. و خب بلتب مثل همه ما که به یک کارهایی دست زدیم بعد از خروج از ایران، او هم با توجه به اینکه دست تنگی هم داشت به دلیل هستیت نیستیت دست دادن، اینجا فعالیت‌هایی کرد. از جمله مدت‌ها در یک تلویزیونی کار می‌کرد. حالا کسی اومده بود، بانی خیر شده بود و یه تلویزیونی راه انداخته بود، باربد هم سرپرست اون تلویزیون بود در همون ظاهرا سان فرانسیسکو،
و با یه خانوم جوانی همکار بودن و برنامه هایی داشتن. ما من روز اولی که با این ماهواره ها آشنا شدیم باربود رو برنامه هاشو می دیدیم. بعد اون تلویزیون بسته شد، باربود اون کار رو از دست داد و چون دوستی با فرامرز فروزنده داشت یه مدت هم با فروزنده کار میکرد. فروزنده او رو آورد به اندیشه، باز با رفتن خودش باربود هم بیکار شد و در حقیقت ده سال پیشم باربود که همواره مریض بود، اگه قیافش یادتون باشه خیلی ضعیف جسه بود، خیلی ظریف بود و یه روزی که از منظر میره بیرون کنار خیابان ناگهان حالش بد میشه و فوت میکنه. در توصیف این مرد یکی از دوستانی که هم با باربود آشنا بود و خیلی نزدیک بود هم با ما دوسته، در توصیف این مرد محترم میگفتش که باربود در حقیقت آدمی صادق، باهوش، درستکار، وفادار بود. یه مدتی هم البته در آپادانا کار میکرد، اون تلویزیونی که مال اون آقای فلانی، آقای ستاره دلدار بود، که اونم اونا از اونجام رفت. در ضمن برنده جایزه در فستیوال فیلم تهران هم بوده، یه فیلمی در تهران، فیلم رگبار رو در تهران بهش جایزه دادن. ما هم با باربود یک سلامنکی داشتیم، هر از گاهی زنگی می زدیم، یه کاری رو که آماده کرده بودیم براش می خوندیم، در دل می کردیم. خیلی متاسف شدیم از درگو بشیم. به هر حال کسی بود که بعد تا جایی که تونسته بود به اون میهن خدمت کرده بود. چند روز پیش داشتیم یکی از این بنگاه‌های همیاری ملی رو نگاه میکردیم، ناگهان دیدیم که یک کلیپ 3-4 دقیقه بسیار موهن راجع به این باربود طاهری پخش کرد و شادی کرد و هر خندیدن. داستان چی بود؟ آقای طاهری، باربود طاهری وقتی با اون خانومه در اون تلویزیون کار میکرد، چون آدم خیلی سلیم و نفسی بود و خیلی مظلوم بود و اون خانوم هم یه خانوم جوان خیلی زبرزرنگ بود، اکثرا با هم شوخی هم میکردن، یه جوری هم مثلا اون خانوم حاکم به جبه برنامه بود. این اومده بود باربود رو با یک قیافه نحیف و ضعیف و تو سری خور و خانومه هم با مثلا لنگ کفش که میزد تو سر باربود و بعدم آخر سرم گفت ایشون هم حرفی ندارن، برنامه قطع. یعنی مسخره کرد باربود. شاید در 15 سال پیش که اون برنامه روی ایر میرفت و 4 نفرم حالا بینندش بودن، باربود رو میشناختن، اون خانوم رو میشناختن، اون کلیپ یه جاذبه‌ای داشت و محلی از اعراب. و عجیبه امروز که باربود دیگه نیست که از خودش دفاع کنه، این آدم، البته حیف آدم، بیاد. حالا میگیم اصلا چرا این کارو میکنن اینا. اولا اون کسی که مرتکب این عمل شده به اصطلاح طنز پردازه، کار طنز میکنه. گفتیم اول این مقال که وقتی طنز پرداز، ژورنالیست و سیاستمدار فاسد بشه و پولی بشه و به قول ما مشهدی ها قدم عباسی بشه، خیلی وقت به جامعه میتونه لطمه بزنه. این آدم که مثلا طنز پردازه و یه 20-25 سالیه، یه پرسوناژ نونابداری پیدا کرده و مرتبا با اون پرداخته و باش اون ساخته، در حقیقت یه شعر فرنگیه، یه هنرمند نیست. حالا میگیم چرا. اولا که اونچنان از سوادی برخوردار نیست. اینا رو همه که میگیم دلیل داریم، چون همین آدم با یه مرد فاضلی کار میکرد که اون مرد فاضل رو ما میشناسیم. حالا شاید اجازه نداشته باشیم، آدم بسیار مشهوریست، اسمش رو روی برنامه بگیم. اون آدم فاضل که هم شاعره،
هم طنز پردازه، هم آدم بسیار باسوادیه، طنزهای بسیار شیرین داره، تعریفات فراوان داره، اشعار طنز فراوان داره، متن طنز، نمایشنامه طنز مینوشت، میداد دست این شهر فرنگی. این حتی نمیتونست ارو این متن رو بخونه و اون متن رو به گند میکشید، یعنی سواد خوندن متن فارسی هم نداره. ما تا میگیم چون یه پرسوناج مشهوری رو پیدا کرد و باش نون میخوره، کارش هم اینه. الان در یکی از این بنگاه های همیاری ملی شهر فرنگیه. گفتیم میاد میشینه، یادتونه اونایی که همسن ما شهر فرنگ، یادتونه که یارو کولش میکرد میومد میذاشت وسط محل، دهشه میدادی میشستی از اون دریچهه دسته رو میچرخوند یه سری نشونت میداد عکسا رو، بعد سر دهشه قطعش میکرد، اگه یک قرون میدادی بیشتر برات فیلم نشون میداد، عکس نشون میداد. اینم کارش همون کار شهر فرنگی است. میاد اونجا میشینه، اگه چهار نفر در طول برنامهش بیان چهار تا مثلا $20 بدن، معمولا هم اینجوره، میگه هرچی میدین بگید چقدرش مال من چقدرش مال بنگاه، بازار خوب باشه، مشتری شهر فرنگی بیشتر باشه، یه چند تا $20 بدن، حالا یه $5 $10 نصیب این بشه. ادامه میده، اگه در این بسته بشه اینم شهر فرنگو میذاره کل را میفته میره. البته یه جورایی هم در هالیوود ظاهرن هر از گاهی یه 2 دقیقه فیلمی حالا بهش میدن به دلیل که چجوری اونجا هم دست پیدا کرده، یعنی اینجوری هم خودش که پای صحبتش بشینی یه جوری مدعیه که احتمالا یه چی میگن یه مالون براندویه برای خودش. مثلا حالا به این آدم میگیم تو از این توهینه، البته ما میدونیم دلیلش چیه، این که بیای بعد 15 سال یک کلیپ از باربود بذاری و به باربود توهین کنی. البته حالا دلیلش رو میگیم، برای اینکه باربود چپ بود و این طالبان سلطنت دشمن خونیش بودند و هستند، این هم برای خوشخدمالی در نزد اون پرداخت کنندگان $10 یا $20 این آورد مطرح کرد، بدون اینکه مرد مؤمن تو با این کارت به یه شخصیت محترم، به یه انسان تا درد اینا اینه که باربود چپ بود و یه جورایی هم خب زیاد دل خوشی از اعلی حضرت همایونی و رژیمش نداشت، اون موقع هم چپ میزد، بعدم که اومد آمریکا بازیش نمیدادن دیگه، خیلی واضحه. اینا هم تو گروه خودشون فقط خودیا رو بازی میدن، اینا اصلا چیزی به نام دموکراسی، به نام آزادی بیان، حقوق بشر حالشون نیست. تو با منی یا مخالف من که پس بر علیه من؟ به حال آقای هنرمند برجسته طنز پرداز، هنرمند برجسته طنز پرداز نون به نرخ روزخور، قیمت شرافت چنده؟ شرافت این روزا چند میفروشن میخرن؟ خیر و فروشی چقدر؟ 4 تا $20 یا 5 تا $30 بگذاریم. اما بریم سراغ این شبکه های شیعه، همون شبکه ماهواره‌ای ولایت که متعلق به آیت الله مکار هست، منظورمون مکارم شیرازی، یعنی همون تاجر شکر که البته حمایت رژیم رو داره. گفتیم در احسان اوقات دنیا هم پنجه های اختاپوسی انداختن مردم رو میچاپن، خیلی جالبه. چند شب پیش نگاه میکردیم باز اینا داده سخن داده بودن، طلب کمک میکردن، یه بیننده اومد گفت حاج آقا ما میخواییم به شما کمک کنیم، ولی باور کن در محل خودمون آدمایی هستن به این پول بیشتر نیاز دارن، خوب گوش بدید خواهش میکنیم ازتون. گاز آقا مثلا من 20,000 تومان دارم، میتونم به شبکه شما کمک کنم.
ولی در محل ما آدمایی هستن نون ندارن بخورن. آیا فکر نمی کنید بهتر باشه این 20,000 تومن من بدم اینا شب عیدی؟ نه آقا، تو پول رو میخوایی بری بدیم یارو؟ خب اگه ندی چه اتفاقی میفته؟ فوقش یارو میمیره، یه نفر مرده. بله اونو بیار بده به شبکه که از ما از مرگ باور 2,000,000 آدم جلوگیری کن. این مهمه. یعنی وقتی پول رو بدی به شبکه، شبکه مستمر بمونه، انسانهایی رو از زلالت نجات میده. این ثوابش حضرت فرمودن، یکی از حضرت ها، اندازه از زمین تا خورشید، یا اندازه تمام چیزایی که خورشید برش میتابه. حالا تو اون یه نفرم مرد، خوب مرد، یه نفره از گشنگی مرد مهم نیست. منطق رو میبینید؟ باز این یه تره است. اینجا هم یه تره گذاشتم بندازمتون توش. یه تله دیگه ای هست که شما رو به نظر توش. عرض به حضور محترمتون خب ببینید، این کار جزئی که ما در این تلویزیون میهن میکنیم یا قبلش در نشریاتی کردیم در بعضی جاها، یه میگیم سود مالی باور کنید برای ما نداره، ولی سود مهمتری داره و اون آشنایی با این دوستان مهربان هست. با چقدر آدم ها از روزی که این کار رو شروع کردیم آشنا شدیم. آدم ها بسیارن، ولی در حقیقت گل سرسبد اینا رو بخوایم برای شما بگیم، میتونیم از همین دوست مهربانمون دکتر عطا انصاری، از سعید بهبهانی، از فرامرز فروزنده، حسین فرجی و امثال هم در رسانه ها که حالا ننکه بگیم. خب با سعید که خیلی دوستیم، با دکتر که اصلا دوست صمیمی هستیم، با بسیاری اینها هم خب مراوده تلفنی داریم، گاهی ازشون اخبار میگیریم، گاهی درد دل میکنیم. در داخل این تشکیلات هم مثلا کسانی مثل جناب پیران که همواره به ما و میهن تیوی محبت داره، یا دوست بسیار عزیزمون خانم لیلا که باور کنید محبت این خانم اصلا یه چیز عجیب غریبیه. یعنی شاید روزی نشه که این یه زنگ مهربانانهی به ما نزنه، روزی نیست که نزنه و حال ما رو نپرسه یا نگران باشه که آیا حالمون خوبه. اینا همه ارزشمنده. حالا غیر از این که به هر حال کمکی هم به میهن تیوی میکنه که اون یه داستان دیگه است. من همیشه نگران میهن تیویه. از سر تا سر دنیا باور کنید، از آمریکا، از ایران، از اروپا، حتی از استرالیا ما دوست پیدا کردیم. این هفته باز عده زیادی با ما در تماس بودن که حالا ما فهرستوار نام میبریم از خانم زهرا مجرد نازنین که باز ما رو با ایمیل های محبت آمیز مورد لطف قرار داده، از سیاوش لشکری نازنین که ناشر نشریه بیداری است و او هم همواره ما رو مورد محبت قرار میده، خسروی از دوستان میهن تیوی و عرض می شود که در ضمن 3-4 برنامه هم هست که از مهدی دوست خوبمون و گروه 25 و علاوه 1، یعنی دوستانش در شمال فنلاند که ماهیگیری میکنن، بیخبریم. امیدواریم مهدی هم با یه ایمیلی ما رو از سلامت خودش و دوستانش مطلع کنه. در ضمن یه دوست مهربانی هم داریم در حلقه همین دوستان که یه 5-6 ماه پیشی یه روز به ما اطلاع داد که یه سفری در پیش داره و بنابراین ارتباطمون قطع میشه و رفت و خبری نبود. این هفته دوباره مثل که از سفر برگشته با ما تماس گرفت و خیلی جالب بود و دردناک صحبت میکرد از سفری که به ایران کرده و چه افتضاحی در اونجاست. داد و هوارش بلند بود از سقوط اخلاق تو میهن من و شما که چه بر سر مردم اومده و این کلا سر اون میذاره، اون کلا سر این میذاره.
و این فاید گفتیم بهش که ما هم راضی به این سقوط اخلاقی صحبت کردیم، ولی دل مشغول مدار، اینا همه تمام اینا جبران شدنی است. اگر روزی اتفاق تو مملکت بیفته همه اینا حل شدنی. سیروس محسنوند، دکتر سیروس محسنوند دوست نازنینمون در سوئد، گفتیم براتون این در هر برنامه چند دقیقه بعد از برنامه یه ایمیلی میده و نظرش رو راجع به برنامه میگه، منتها چون برنامه ما رو قسطی میبینه، یعنی ظاهرا یه تیکش رو میبینه بعد میره سر کار دوباره یه تیکش رو برمیگرده تو اتوبوس گوش میکنه، یه تیکش میره خونه گوش میکنه. این هفته هم راجع به برنامه 93 باز ما رو مورد محبت قرار داد و یه خورده صحبت کرد، گفت یه تیکش دیدم حالا یه تیکه دیگرش رو میبینم. حالا تیکه دومش که دیده بود یه ایمیل زده نوشته که بقیه برنامه هم عادیه، بعد پرداخته به اون داستان اون کسی که به نام تراوت رامسر به ما گیر داده بود و ما جوابش رو داده بودیم. نوشته تراوت خانم آقا، حالا یا خانم بودی آقا، خوراکته، راست گفتی، شستی و کوبیدی، البته معلوم بود بازم لط کردی و هرچی میخواستی بهش نگفتی. بعدم نوشته از این به بعد باید بیشتر مواظب به زبونم باشم، در افتادن با تو عاقبت خوبی نداره، حتی به ما میگه ها. یعنی دکتر ماستر کیسه کرده در حقیقت. ما در جوابش اینم چه نوشته با دروغ سیروس محسنوند، ما هم در جوابش نوشتیم که خیلی خوشحالیم که با اروتیزی که کردیم باعث شدیم تو یکی جا بزنیم و جلوی ما لونگ بندازیم و اقرار کنیم که از این به بعد باید در بارگاه ما مواظب زبان خودت باشیم. تو که رفیق ما هستی، وای به حال دشمنان ما. آهای نفس کش. منم امضا کردیم خراسانی. در ضمن یه جمله جالب هم از دکتر سیروس دیدیم تو فیسبوک، اینو با شما شیر کنیم. نوشته که یکی از معجزات اسلام ناب محمدی اینه که پول تو جیبی آقازاده ها از حقوق نخست وزیر سوئد بیشتره. راست میگه ها، نخست وزیر سوئد بیچاره چقدر میگیره، پول تو جیبی آقازاده ها بیشتره. بعد مهربان دوستی که خیلی به ما محبت داره، کاوه عزیزمون از لندن، یه شکواییهی برای ما فرستاده درباره همون جانور دوپا تراوت رامسر صحبت کرده بودیم دفعه پیش. نوشته با سلام به پیر خراسانی گرامی و گروه 4 علاوه 1. جناب خراسانی با اجازه حضرت عالی چند نکته در مورد برنامه گذشته شما شماره 92. البته کاوه جان اشتباه کردی، اون 93 بود. به نظرم رسید که خدمت شما می نویسم. خراسانی گرامی، عزیز جان، این نوع نامه ها نشانه آن دارد که برنامه های شما چه در داخل و چه خارج از کشور بینندگان واقعی خود را پیدا کرده است. لطف داری برادر. و این نامه ها یه رکیک طرفند های قدیمی حکومت های جنایتکار است. ولی عزیز جان، شما نیم ساعت وقت صرف جواب این نامه کردید و هم مجبور شدید که در جواب نامه از کلمات زشت استفاده کنید. کابه جان کجاشو دیدی؟ ما اینقدر خود سانسوری کردیم، ملاحظه شما ها رو کرد. حالا فکرم البته برای ما جالب بود، مثل همین داستان امروز اون نشریه بازار که گفتیم وقتی نافوش داد اینقدر خوشحال شدیم، گفتیم اثر کردید، زدیم به خال. به هم اعصاب خود را خرد کردید، احتیاجی نبود که اینقدر مفصل به آن میپرداختید. به قول آقای محمد امینی که من سعی میکنم که برنامه های ایشان را هر هفته دنبال کنم، درود به آقای محمد امینی. کاوه جان ما هم میبینیم برنامه های محمد امینی. دو سه هفته گذشته در برنامه خود یک کلمه در جواب انتقاد بعضی افراد که خود شما هم هر هفته به آنها اشاره میکنید، راست میگه، این جمله امینی خیلی جالبه، ما هم شنیدیم، این نوع افراد را تشبیه کرد، یعنی درگیریه با این نوع افراد رو تشبیه کرد با کشتی گرفتن با خوک، که گفت خوک خوشحال میشه و فرد کثیف. راست میگه، شما وقتی با خوک کشتی بگیرید یارو خوشحال میشه، خوکه که باش کشتی گرفتید، ولی خودتون کثیف میشید.
بله دوستتان دارم و برای شما و تمامی گروه شما آرزوی سلامتی و تندرستی می کنم. کاوه از لندن، امروز چهارشنبه 2/3/2016. سپاسگزاریم از کاوه. چشم کاوه جان، راست میگی، شاید اضافه رفتیم، زیاد وقت صرف اون موجود دو پا کردیم، ولی به هر حال گاهی دیگه در میره. در ضمن خیلی خوشحالیم یه اصطلاحاتی ما در همین برنامه ها و یا در اون نشریه ابداع کردیم که اینا جا افتاده، مثلا مذهب حقه پاناسونیک. طرف نامه می نویسه، آخرش می نویسه شما را به خدای بزرگ مذهب حقه پاناسونیک می سپاریم. یا این داستان اختر، طرف نامه میده، زنگ میزنه میگه آقا اختر ما به شما سلام رسون، یا اختر ما اینجوری، اختر ما اونجوری. یا مثلا این سارقستان اسلامی اعدامی، معمولا دوستان در نامه هاشون، در تلفن هاشون به این کلمات اشاره میکنن، در یه جورایی این کلمات داره بین المللی میشه و بسیار از این نظر خوشحالیم. یه مطلب دیگری هم که به هر حال سعی میکنیم چند دقیقه وقت داریم بگیم و تمومش بکنیم، میریم سراغ بنگاه حمایت از اعلی حضرتین. شما دیگه خودتون میدونید منظور ما چیه. داشتیم بنگاه حمایت از مادران و نوزادان، ما هم اسم این مرکز گذاشتیم بنیاد حمایت از اعلی حضرتین در ایالات متحده شمس آباد. و یک مداح شهیر و توانا، عضو برجسته آکادمی مثلث پشم بر وزن پشم، منظورمون که حتما میدونید اون جناب صمد الدوله جورجیو آرمانی، این از مورخین شهیره، البته متوفا نیست، فعلا در قید حیاته، اسم یه خود قدیمی به نظر میرسه، صمد الدوله جورجیو آرمانی. به این دلیل خب خیلی شیک پوشه، لباس جورجیو آرمانی میپوشه. ایشون در کار بررسی تاریخ جدید ایران دستی داره. بعد در روز فوت این بانوی دو عالم، یعنی بانو نانسی ریگان سلام الله علیه، ایشون اومد ضمن تسلیت به آن بازماندگان آن مرحومه یه روزه دلسوزانه هم خوند. برخلاف اینکه ما مصدقی های 57 عامل مسکو و حقوق بگیره کاگبه رو متهم میکنن که راجع به 28 مرداد روزه امام حسین میخونیم، اینا هم در فوت آن مرحومه روزه خوند، زاری کرد در رسای آن مرحومه. و بعد خیلی جالبه یه مسئله رو مطرح کرد، ظاهرا یه سال قبل از پیروزی انقلاب با شکوهمند اسلامی، آقای ریگان و بانو نانسی میرن ایران و میرن چیز تخت جمشید پاسارگاد. بعد ایشون میگو ببینید اینا چقدر طرفدار فرهنگ ایران بودن که رفتن در پاسارگاد. بعد یه مسئله جالبی که میگفت که اگر که در 57 به جای اون کارتر فلان فلان شده این ریگان رئیس جمهور بود، اعلی حضرت ما به اون سرنوشت دچار میشد. این اگر هاست در تاریخ، اگر تاریخ اینجوری بود. بعد اینکه این گریه‌زاری هم کرد برای عرض میشود بانوی دالم نانسی ریگان سلام الله علیه، ما یاد عزاداری اعضای حزب توده افتادیم تو میدان فوزیه تهران زمان مرگ استالین، میزدن تو سرشون عزا عزاست امروز روز مثلا، حالا اون موقع البته این اختلال نشده، عزاداری میکردن که دایی یوسف فوت کرده برای دایی یوسف. ایشون هم برای عمه نانسی خیلی ناراحت بود و علاقه نشون میداد. و خیلی جالبه ایشون از ترامپ حمایت میکنه، همین کسخله ببخشید یه موقع نمیشه واقعا نگفت که نفسر ما نیست، یارو فاشیسته،
که مخالف ورود مسلمانانه. ما حالا طرفداری هم مسلمانان نمی کنیم، اما از آدمیت که میشه طرفداری کنیم، از حقوق مردم، حالا با هر دین و مذهبی. میگو بله اگه ترامپ به حکومت برسه، انتخاب بشه، ایران و البته ترامپ یه کارایی نمیکنه، حمله نمیکنه، یه جوری دیگه آزاد. نظر ایشون و معتقد بود که متاسف بود که چرا ایشون امریکا نیست. اگر در امریکا میدونید که ایشون در یک کشور اروپایی زندگی میکنه که نمیتونیم ببین اگه اسمتون بیرونمون میکنن نمیدونیم بیرونمون نمیکنن اگه بگیم بیرونمون نمیکنن من چون ما میخواییم بیرونمون کنن نمیگیم کم داریم میگیم میدونیم که به حال ایشون ساکن یک کشور اروپایی اصلا چیکار کردید کشور اروپایی پیشرفته البته کشوری است که این اونجا درس خونده تاریخ خونده مردم آدم با ثبات بعد آره میگه اگر من امریکا حق رأی داشتم اونجا به ترامپ رأی میدادم. بعد یه جمله داره، این جملهش خیلی جالبه، این صراحت به صراحت جمله خودشه. میگه زیباترین صحنه زندگی من، فکر میکنید چی بوده؟ زیباترین صحنه زندگی حضرت صمد الدوله عرض می شود جورجیو آرمانی چی بوده؟ مثلا شکفتن یک گل، ازدواج دوتا دوست با هم، دوتا زن و شوهر، تولد یک بچه. نه بگیم براتون چرا معطلتون میکنه. زیباترین صحنه زندگی من صحنه اعدام صدام حسین بوده است. ببینید نمیخوایم از کیانی مثل صدام حسین دفاع کنیم، از رذالت، از این که یک کسی از صحنه اعدام بهترین صحنه زندگیش باشه. حالا اعدام هر کسی ها، بر پدر صدام حسین هم لعنت، رز بود، قاتل بود، دیکتاتور بود، بی همه چیز بود، ولی آخه اعدام یک کسی باعث زیباتری صحنه زندگی تو بی انصاف. حتی صدام حسین ها برای ما یه صحنه فجیع بود. اعدام یعنی جنایتی که با وسیله قانون تحت نام قانون انجام میشه. مردک زیباترین صحنه زندگی صحنه اعدام صدام حسین. ممکنه شما به ما اعتراض کنید، ما اعدام رو برای صدام حسین، برای خامنه ای، برای خمینی، برای خلخالی، برای لاجوردی هم روا نمیدونیم. اعدام رذیلانه ترین کاریست که یه انسان میتونه دست بهش بزنه، همون قتل منتها مارک دولتی میشه. بعد میگه که برای من مهم نیست اوباما برای امریکا چیکار کرده، ببینید برای ما چیکار کرده. یعنی 300 بدون ملت امریکا، حالا ما نه با اوباما هم احساساتی نداریم که حالا مثلا اوباما براشون یه اوباما کیر آورده، میگه آقا مهم نیست، ببین برای ما چیکار میکنه. بعدم ببین آقای ترامپ برای ما چیکار میکنه. بعدم خیلی جالبه، ما نمیدونیم اینا چرا با خودیاشون هم نمیسازن. همین آقای صمدالدوله، صمدالدوله جورجی آرمانی، با اون یارو پسره که دندونه سینه شکسته سینو سلیم تلفظ میکنه، با اون جنگ و دعوا دارن. بابا دیگه با هم، حالا ما مصدیقه یای 57 عرض میشود خائن نوکر مسکو حقوق بگیره کاگبه، یه جوری به هر حال اگه گوشت همو بخوری مستخون همو دور نمیدید. ولی شما چرا اینقدر با هم مخالفین؟ چرا به جان دوستان خودتون میافتین؟ آخر شر بر شما. درود بر شما هموطنان نازنین، همه شما رو به خدای بزرگ مذهب حقه پاناسونی، حقه ترین مذهب جهان، یعنی دانش، یعنی ساینس، یعنی علم می سپاریم.
آرزو داریم ثانیه ها، دقایق، ساعات، روزهای خوشی داشته باشید. عید نوروز از الان به شما تبریک میگیم. آرزو داریم نوروز خوشی داشته باشید. چهارشنبه سوری در راه، در هفته دیگه راجع به چهارشنبه سوری هم که درست روز چهارشنبه سوری میشه با شما صحبت میکنیم. درود به همه زنان مبارز میهنم، به همه تون صمیمانه، به همه زنای دنیا و زنان میهن و به خصوص زنان مبارز میهنم روز زن رو تبریک میگم. شاد و آزاد و سربلند باشید. با امید دیدار در یکی دیگه از برنامه های سری ناگفتنی ها. درود بر همه شما نازنینان، به خصوص اونایی که دل خوشی از این پیرمرد ندارن. درود بر همه.